سلام دوستان، ما یه وقفه‌ای داشتیم به خاطر وضعیت اینترنت که این برطرف شد. ما الان در خدمت شما هستیم در رابطه با سایت و این چند روزه حالا در رابطه با دیوار اما سوال کردن، گفتن که چرا شما حمایت نمی‌کنی از تحریم یا نمی‌دونم از این داستانا که به من هیچ ارتباطی نداره. همینجا دارم بهتون میگم به من هیچ ارتباطی، من یه معلمم، آموزش میدم. سوال از من بکنید در رابطه با آموزش، من در خدمتتون هستم. وارد حاشیه که آقا نمیدونم حرف سیاسی بزنم، حرف اقتصادی بزنم، فلانی تحریم کنیم، فلان کنیم، اصلا خط مشی من نیست و با اینجور کارا منش به شدت مخالفم. رو پیجم گفتم کسایی که صحبت سیاسی میکنن، کسایی که ضد این یا اون دارن صحبت میکنن، هر کسی میخواد باشه، حتی دشمن منم باشه اگه در موردش حرف بد بزنن، من باشون مقابله میکنم، برای من فرقی نمیکنه. عرضم بزرگتون بس در نتیجه شما در رابطه با این مسائل با من صحبت نکنید. اگه سوال خاصی دارید در مورد آموزش، اگه دنبال طریقه، اگه دنبال راههای جایگزین می‌گردید، اون سری هم در مورد راههای جایگزین براتون صحبت کردیم. به من ربطی نداره که فلان فایل نمیدونم قیمتش اینه اونه. یه سری افراد مغرض یا مفسدجو یا آدمایی که جای دیگه ناراحتی دارن سعی می‌کنن بیان تو پیج ما یا سایت ما یه سری صحبت‌ها بکنن که من دوست دارن که علیه اون شخص یا اون سازمان یا اون نفر من صحبتی کنم. من به هیچ عنوان این کارو نمی‌کنم، از هیچ کدوم از این کارا هم حمایت نمی‌کنم. من دنبال حاشیه نیستم، دنبال آموزش هستم. دوستانی که میخوان آموزش بگیرن دنبال این هستن که از ما آموزش بگیرن. ما میتونیم در خدمتشون باشیم، میتونیم بهشون کمک کنیم، میتونیم در اصل ما با اونها مدد برسونیم و دنبال راه‌حل‌های جایگزین هستن یا راه‌حل‌های تکمیلی هستن، ما بهشون میگیم. من کاری ندارم قیمتش چنده بشه، 1,000,000 تومان، آقا به من ارتباطی نداره. من که نه سودی میبرم، نه خرید فروش انجام میدم، نه دلالی فعلا انجام میدم. یه زمانی انجام میدادم، شاید برای من مهم بود، الان من مهم نیست. برای من عضو اتحادیه سندیکای چیزی هم نیستم، فنی حرفه‌ای هستیم، آموزشگاه فنی حرفه‌ای داریم که به ما یه مجوزی دادن برای فنی حرفه که ما آموزش میدیم و مدرکاش هم دوستان که بیان تهیه کنن کلاس ها رو بهشون میدیم. در رابطه با بحث آگهی و اینا اگر یه وقت سوالی چیزی داشتین بپرسین، ما پاسختون رو میدیم. در کلاس های ما میتونین شرکت بکنین و بیاین و از راه ها روش های جایگزین اگه خواستین استفاده کنین، نخواستین نمیدونم هزینه بکنین، اون دیگه خودتون میدین، هزینه کنین نکنین به من هیچ ارتباطی نداره. و کارا رو مسائلمو دوست داریم همه رو با هم قاطی کنیم. میریم توی یک جایی برای یک کار دیگه، از طرف انتظار چیز دیگه ای داریم. اینجا کار ما آموزشه، ما کارمون آموزش فنی حرفه ایه در زمینه آموزش املاک. نه من با اتحادیه کاری دارم، نه با اونا کاری دارم، نه در تماس هستم، نه برای من مهمه، نه منافعم ایجاب میکنه. لطفا این کامنت ها رو نزنید. من به دوستان گفتم، به ادمینامون گفتم، کسی که همچین کامنت هایی میزنن سریعا بلاکشون کنن و گزارششون هم میدن. اگه موقع حرف سیاسی بزنین، حرف زده این بزنین، حرف زده اون بزنین، من به شدت اینجا مخالفت میکنم. من کارم معلمیه، من کارم آموزشه، من کارم این حرفا نیستش که بشینم شما آقا علی فلانی یا فلانی میخواین صحبت کنین نکنین منم از شما حمایت کنم بگم آقا بله شما راست میگین کنم. نه آقا به من ارتباط نداره، فلان اتحادیه اینو گفت، فلانی اینو گفت، فلان به من هیچ ارتباطی نداره. همینجا دارم بهتون میگم من تو از هیچ جبهه خاصی، هیچ شخص خاصی حمایت نمیکنم و من کارم فقط آموزشه. اگر مشکل پیدا کنید در زمینه آموزش در خدمت شما هستیم. این که فلان چیز گرون شد، ارزون شد به من ارتباطی نداره. ولی منتهی خب ما اطلاع رسانی میکنیم. تو قسمت املاک آموزش اطلاع رسانی میکنیم، میگیم آقا قیمت این بوده، عوض شده، فلانی اینو گفته. بی‌طرفانه اخبارو اگر منبعش درست باشه و حقیقت داشته باشه حتما ما ازش اعلام میکنیم و این دلیل بر این نیستش که اگه من یه خبری رو اعلام کردم از اون خبر در اصل راضی هستم یا حمایت میکنم یا شاکی هستم، هیچ ربطی نداره، فقط اطلاع رسانی صرف بوده. اگه مورد آموزشی داریم ما در خدمتتون هستیم. دوستان دنبال حاشیه میگردن تو کار صنف ما، البته صنفیه که معمولا دنبال حاشیه بیشتر از تو فکر منافع خودشون یا فکر زن و بچه‌شون باشن. این چند روزه یه سری هم صحبت دیگه کردم، مثلا میام طرف کامنت میذاره میگه ما تو مشهد بودیم رفتیم مثلا پیاده سازی کردیم، مثلا ما تو مشهد پیاده سازی نکردیم، مثلا تو کل استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی بنده اصلا پیاده سازی هیچ جا نکردم، هر کسی گفته بی خود داره میگه. میان کامنت های فری میذارن، نمیدونم دشمنن با ما، غرض دارن، چی دارن، میان یه سری صحبت ها میذارن. یا مثلا چند روز پیش گوش دادن که آره شما در مورد پیاده سازی میگی، نمیدونم مثلا پیاده سازی مال صنایعه، شما نمیدونید توی سایت ایزو مبحث 32 مال املاکه، اگه نمیدونید بدونید. تو همین الان کسایی هستن پیاده سازی کردن خیلی قدیمی تر از من و شما، سن حتی به سن من و شما نمیخوره، مثل دلتا، مثل
شاد، مثل خیلی دیگه هستن که اصلا پیاده‌سازی رو انجام دادن، مثل املاک وفا و خیلی هم دارن سودش رو میبرن. البته ورژناشون ورژنای قدیمی تره ولی انجام دادن. همین املاک هوشمند، املاک های زیاد هستن که ایزو دارن و ایزو رو گرفتن و پیاده‌سازی کردن و نجی گرفتن. حالا چون شما اطلاع نده دلیل نیست که همه چی رو حسبش کنی بکشی نه آقا اینا نیستش، اینا مال صنایع و حرفا. خب یه سری حرفا دارن میزنن، عرضم به حضورتون شروع میکنن، باید هی بیان تو این صحبت ها ما رو بکشونن تو حاشیه، برای ما دردسر درست کنن. دوستان نمیخوان، اگه دنبال با علم هستین، دنبال دانش هستین، به من ربطی نداره، من رو وارد حاشیه نکنین. نه من کار املاک انجام میدم، نه عرضم به حضورتون علاقه به این کار دارم که بیام تو صنف شما کار شما انجام. من یه مدتی خب کار املاک کردم، خانوادهمو کردن، یه آموزشی دیدیم، یه آموزشی میدیم. دوستان که علاقمند هستن بیان استفاده کنن، دوستانم که علاقمند نیستن میتونن برن یا یه حرف اضافی بزنن ما بلاکشون میکنیم. باز دوباره عرضم به حضورتون سعی میکنن که عرضم حضورتون یه سری دوست دارن که هی باز حرفای الکی بزنن و علیه مثلا یه مکتب بگن، جرأتش ندارن. همین دوستان که میان این حرفا رو میزنن پاش بیفته کار به محاکم و دادگاه و این برا برسه برن ازشون شکایت کنن، باور کنین جرأت این حرفا رو ندارن. اینکه خیلی راحت نمیشه هر حرفی رو هر جایی زد، مثلا ما که شناخته شده هستیم، ما باید در راستای کاسبی و دنبال نون زن بچه‌مون باشیم، دنبال رزق حلال باشیم، یه روزی حلال باشیم. و اگه واقعا فکر این قضیه هست، این دنبال حاشیه و حرفای مختلف هستیم، اینا برای ما جواب نمیده. خب من امروز در ادامه اون صحبت قبلیمون که راههای براتون گفتم که داریم برای جایگزین کردن برای کار ارزم بزرگتون برای دیوار و غیره، گفتم یکی از مهمترین اینها سایته. خیلی فکر میکنن که سایت فقط به درد املاک میخوره، اینطوری نیست. شما حتی اگر یه مشاور املاک هم باشین، سایت میتونه به دردتون بخوره. شما میتونه از سایت استفاده کنین و اگر سئو سازی مناسب داشته باشه مشتری خاص خودتون رو پیدا کنین. مخصوصا هر روز که میریم جلوتر با پیشرفت تکنولوژی، با پیشرفت گوشی‌های همراه و با وضعیت دنیا، اصلا این کرونا الان باعث این شده که اصلا خیلی دیگه تو خیابون نمیگردن. اصلا شما الان همین تو همین دو هفته که تعطیله بخواینم تو خیابون دنبال یک املاک بگیرین، در املاک پایینه. مگر کسی از قبل یه املاک رو بشناسه و باش تماس بگیره، اون املاکی هم حاضر به کار کردن باشون بشه. ولی من خیلی از املاک ها رو سراغ دارم که سایت های قوی دارن، همین الان دارن کار میکنن، بیزینس میکنن، مشتریاشون هم میرن میان، معامله هم دارن انجام میدن. مگه معذرخونه بانکو بستن؟ بانک و معذرخونه که نبستن. وقتی بانک و معذرخونه رو ببندن یعنی عملا میگن معامله نکنید. پس در نتیجه این از فضای مجازی دولت حمایت هم میکنه و حتی جزو گروه اول قرارشون داده. یعنی مثلا ما خودمون آموزشامون برخط، جوازمون هم همینه، چون ما آموزش برخط و آنلاین میدیم و خیلی از این آموزشایی که انجام میدیم جزو گروه اول ما رو گذاشتن. یعنی گفتن که شما که طریق سایت یا اینستا اینا آموزش میدین حمایتمون میکنن و ما رو جزو گروه اول قرار دادن و ما تعطیل نشدیم. پس در نتیجه شما هم باید جزو خود به مرور همه بریم جزو گروه اول و سعی کنیم از طریق فضای مجازی هم ارتباط بگیریم. بعضی فکر میکنن که اینستاگرام، واتساپ یا تلگرام بهترین وسیله است برای فضای مجازی. عرضم بزرگتون این فکر میکنن که این کار عرضم بزرگتون جواب میده. حالا یکی از دوستان الان یه دونه پیام گوشته میگه بلاک کردن افنه. شما اگر ضد حکومت صحبت بکنین، اگر ضد شخص خاصی صحبت بکنین، من بلاکتون میکنم. من وظیفه‌م اینه این کار انجام بدم. اگر نه مؤدبانه بیاین و هدفتون فقط آموزش باشه، هدفتون شانتاج نباشه، هدفتون چپگیری خاص یا برخورد با شخص خاصی نباشه، من بلاکتون نمیکنیم. ولی اگه بخواین دنبال این باشین که در اصل از این تریبونی که ما داریم علیه شخص یا گروه خاصی استفاده بکنید یا دنبال اهداف سیاسی اجتماعی خاص باشین، حتما بلاکتون میکنیم، گزارشتون هم میکنیم. و در نتیجه لطف کنین که حد صحبتتون رو بدونین که به اون سمت کشته نشین. ما نمیتونیم از کسی اعتراض کنیم در اینجا بگیم آقا فلانی چرا گرون کرده. خب همون هم میره اما شکایت میکنه، میگه شما چرا گفتی ما گرون کردیم. به ما ربطی نداره، من وکیلم، من اینجا کارم آموزشه. شما لطف کنین از محدوده خودتون خارج نشین و علاقمند باشین که عرضم بزرگتون که این کار روی اصولش انجام شه، وقت بقیه هم تلف نشه. و مبحث بعدی
که در رابطه با سایت ما میخواییم صحبت کنیم. این سایت عرضم به حضورتون میبایستی توسط خودتون ایجاد بشه. دوستان شما آقا تو منطقه‌ای که سایت هنوز راه نیفتاده چه کار کنیم؟ مگه میشه من تو بدترین جاها تو کره دهات های شمال غرب شرق کشور رفتم ببینم خیلی افراد هستن که از سایت دارن ملک میبینن، ملک خرید فروش میکنن. خودتون برای خودتون سایت بسازید. بعضی میگن که فکر دنبال اینا یه اپلیکیشن بیاد این کارو کنه، دوباره یه جایگاه های در اصل اسپیس مارکت یا جایی میگردن که در اصل بهشون جا اجاره بدن، مثل حالا شابهشو نمیدونم حالا شیپور و و دیوار و غیره. سایت خودتونو بسازین، نه اینکه برین دنبال اینکه یکی سایت داشته باشه شما آگهیتونش بسازین. هزینه خیلی زیادی نداره، ما خودمون واحد آی تی هم داریم. اگر مشاوره خواستین، راهنمایی خواستین در زمینه ساخت سایت میتونیم با ما مشاوره بگیریم، ولی این سایتی که میسازیم باید یک هاست قوی داشته باشه. از قالب‌های آماده حتی امکان که ارزش پایینی دارن استفاده نکنین، درست نصب بشه، سئو سازیش درست انجام بشه، کلمات کلیدی درست به کار گرفته بشه، به روز رسانی بشه، مقالات خوب توش قرار داده بشه. و اگر که میخواین سریع‌تر به نتیجه برسین، کمپین‌های تبلیغاتی هم میتونین شما براش بذاریم. ما داریم دوستان میگن استاد در مورد سایت و منافع سایت دو. سایت مغازه شما، شما دیگه مثل سابق نیستش که شما دیگه مغازه شوشیم. ببینید یه روزی 5 سال پیش خیلی اصلا گوشی موبایل نداشتن، 2 سال پیش کسی نبود که گوشی موبایل نداشته باشه، و امروز کسی نیست که گوشی موبایل اندروید یا آی او اس نداشته باشه و به فضای مجازی بسن. حتی خانمای مسن 80 ساله 85 ساله در یه همچین وضعیت شما اگه سایت نداشته باشی و نتونن شما رو پیدا کنن از طریق سایتتون، مطمئن باشین که به زودی محکوم به فنا هستین. و عرضم به حضورتون که دوستی گفته استاد قیمت ملکا پایین میاد. نه، قیمت ملک پایین نمیاد. چطوری میتونیم مشتری خاص خودمون رو در اون منطقه پیدا کنیم؟ مشتری خودش مراجعه بهتون میکنه. اگه شما سایتتون صفحه فرود یا لندینگ خوب داشته باشه، مطمئنا مشتری وقتی میان صفحتون از اون صفحتون به این راحتی خارج نمیشن. و شما این قبل گفتم بهتون اگه برای ساخت سایت مشکلی داشتیم میتونیم با ما قسم آیتی ما صحبت بکنیم، ما به شما مشاوره میدیم و شما میتونید ازش استفاده لازم رو ببرید. و عرضم به حضورتون که ما میتونیم در خدمتون از این لحاظ باشیم. پس در نتیجه هر گونه سوال تخصصی دارین ما در خدمتون هستیم، مشاورمون هم براتون رایگانه. و عرضم به حضورتون که یه سری دوستان پیام دادن گفتن ما محدودیت های شما رو درک میکنیم، خیلی ممنونم دوستان. بعد عرضم به حضورتون که وضعیت ملک چطور میبینید در آینده؟ تو رکود میره، ولی بعد از این تعطیلات حتما راه میفته. شما آماده باشین برای راه افتادن ملک. حداقل از این سایت چقدر هست؟ اگه سایت همینجوری الکی بخواین، شما میتونین عرضم به حضورتون که میتونین از یک قالب آماده ای که هیچ ارزشی نداره و نمیتونه شما رو به جایی برسونه استفاده کنید، از 80-90 هزار تومان. ولی حداقل سایت من فکر کنم از 8-9 میلیون 10 میلیون شروع میشه، اگه سئو سازی درست شده باشه و روش درست کار شده باشه، هاست و دامنه خوبی روش نصب شده باشه و کار تخصصی روش انجام شده باشه به بالا. پس اینها همه میتونه به نفع شما باشه و شما در اصل ازش استفاده کنید. خب دوست دیگه گفته بونگایی خالی نبند، بونگایی خالی نبند. من اصلا نمیفهم این دوستان چرا این حرفا رو میزنن. باید فقط به قول دوستان باید اینا رو ریپورتشون کنی دیگه، که دیگه به قول مربی همچی متنایی نذارن. حالا دیگه میگن دیگه حرفای بیادبی میزنن و صحبت میکنن. و میدونین یه سری افراد هستن که حالا ما یه تایمی میذاریم برای آموزش دوستان، میان اینجا اصلا اینها عرضم به حضورتون قصدشون تخریب صنف ماست، یعنی اصلا هم صنف ما نیستن، میان با ما دشمنن. حالا نمیدونم یکی ازشون یه کمیسیون اضافه گرفته، اصلا فکر زن و بچه طرف هم نیست، مثلا یارو یه طرف وقت گذاشته اومده تو این لایف میخواد 4 تا مسئله یاد بگیره و شروع میکنن حرفای آنچنانی زدن. برای ارتباط با قسمت آی تی چیکار کنم؟ شما همون شماره تلفنی که اونجا هستش رو واتساپ پیام بدین. بعد میگن یه ملکی رو منطقه ویله میخوام بخرم، ولی تو شکم که قیمت میاد پایین یا نه. خب الان دوستان هستن دیگه، اینجا ما اینجا سم برای صنف املاکه، الان ایشون خریدار هستن، اومدن توی لایو ما شرکت کردن به عنوان خریدار.
ولی این لایف برای مشاورین املاکه و آموزشی برای دلالان املاکه. وردپرس تو غالبا آماده حساب میشه، درسته؟ باشه، غالبا آماده هم باشه ایرادی نداره وردپرس باشه، ولی غالبش باید به درد کار املاک بخوره. هاست فقط غالب نیستش که، هاستتون هست، طریق نصبش هست، کلمات کلیدی هست، سئو سازی هست، پکیج در از کمپین تبلیغاتی هست، همه اینها ارزم وجود خیلی مهمه. آیا به جای فایلیابی، آیا تبلیغات فقط به صورت سایت کافی است؟ اصلا ربطی نداره. ما فایلیابی یه مقوله دیگه است، سایت یه مقوله دیگه است. سایت برای بازاریابی، برای جذب مشتری تونه، فایلیابی هم جایگاه خودشو داره. اینا هیچ کدوم ربطی به هم نداره. دلیلی که پایین نمیاد چیه؟ دلیلی که پایین نمیاد اینه که روزی 2000 میلیارد تومان الا 12000 میلیارد تومان داره پول بدون اشتباهه چاپ میشه، آماری که خود بانک مرکزی داده، و ارزش پول داره سقوط میکنه. همیشه اونقدر خوشحالیم، ممنون بابت مطالبتون، خیلی ممنونیم. بعد پس در نتیجه اگر هر موردی در مورد سایت داریم به ما بگیم، ما در خدمتتون هستیم. یه دوستی هم سوال کرده بود برای دورای فنی حرفه‌ای، شما میتونید به صورت غیر حضوری ما در خدمتتون باشیم و عرضم به حضورتون ما در خدمتتون باشیم و استفاده کنید از این کلاس‌های غیر حضوری. ولی به زودی، حالا این هفته هم که تموم بشه، کلاس‌های ما دوباره شروع میشه، میتونیم در خدمت شما باشیم. اگر دوستان سوال خاصی دارن بپرسن، ما در خدمتشون هستیم. ولی این که گفتم یه املاک حتما باید سایت داشته باشه، و اگر حتی شما مشاورم هستی میتونید سایت برای خودتون داشته باشین. قبلا هم گفتیم 20% درآمدتون حتما باید شما پسنداز کنین تو این کار، و اگر در و 20% هم حتما تو خود کار سرمایه گذاری کنین. اون سری هم من بهتون گفتم که خیلی اعتراض کردن، گفتن چرا میگین که ما باید 20% سرمایه گذاری کنیم؟ ببینید، مایه کار شما همین آگهی و تبلیغات و بازاریابی و سایت و اینهاست. یعنی اگر یه بقالی مایه کارش جنسه، شما جنستون ایناست. پس در نتیجه حتما باید اینو دنبالش برین. دوستان سلام کردن، ما بهشون سلام میکنیم. بعد عرضم به حضورتون که چگونه میتونیم سازنده‌ها رو سمت خودمون جذب کنیم که اصلا ربطی به موضوع امروزمون نداره. قطعا شما با ارزم بزرگتون عملکرد صحیح و کارشناسی و سرویس و جلساتی که میذاریم و فایل هایی که براشون میفروشین، اونا رو میتونیم به خودتون جذب بکنیم. ولی توضیح بیشتری خواستین در مبحثش باشه که ما در مورد شما باشیم. سایتون رو مطرح کنید تا جذب، حتما باید سئو سازی کنید و کمپین تبلیغاتی بذاریم. من که از شما استفاده کردم و قرارداد رسیدم و تو این دو هفته 3 اجاره رسیدم. آقای مجید نشیبی، خیلی ممنونم از آقای نشیبی که شاگرد ما هستن و تونستن موفق بشن. ملاک چرا پایین نمیاد؟ آقا حجم نقدینگی برادر من پول داره سقوط میکنه ارزشش. دیگه پایین نمیاد، علتش اینه، بالا هم میره ولی به مرور زمان، حالا شد پایین ولی حتما نمیاد. واسه سایت میتونه منطقه خاصی رو فقط باشه؟ بله، میتونی سئو سازی کنی فقط توی منطقه خاص باشید. با توجه به اپلیکیشن های موجود مثل دیبا، به نظر شما سایتی که مختص به یه دفتر باشه بازدهی؟ بله، شما هر چقدر قوی تر باشین و بتونین قوی تر روی این مسئله عمل بکنید و سئو سازی کنین و از کمپین های تبلیغاتی استفاده کنین و سایتتون هاست خوبی داشته باشه، درست طراحی شده باشه، شما میتونین موفق بشین. و عرضم به حضورتون دیگه، عرض دیگه دوستان داشتن، اصلا باید درآمدش 20% مایه بذاریم؟ بله، باید درآمد داشته باشین. شما اگه درآمد ندارین، خب اشکالش در تعداد کارشناسی، تعداد کارشناسیتون پایینه، مرتب نشستین سر جاتون رو انتظار دارین پول براتون بیاد و این نمیشه. توی دیوار آگهی به عنوان شخصی بذاریم بهتره؟ مشو فرقی نمیکنه، هر جور خودتون خواستین میتونین عمل کنین. واسه نمونه سایت رو معرفی میکنین؟ بله، همین سایت هایی که ما میسازیم، هر کدوم خواستین نمونه هاشو براتون ارسال میکنین، با ما تماس بگیریم، بهتون راهنمایی میکنیم، مشاوره رایگان میده. دوستان گفتن ما راضی هستیم، خیلی ممنون. رضا، بله، آیا میتونید مشتری شهر دیگه به سمت خود جذب کنید؟ 100% سایت به شما قدرت میده که کشورهای دیگه هم به خودتون جذب بکنید، نه فقط شهرهای دیگه.
فقط وقت میگیرن، سوال مفیدی پرسیده نمیشه. بله ما با شما موافقیم. میان یه سری دوستان هستن که قصدشون تخریبه که بقیه نتونن به نتیجه بگیرن و بهشون صدمه بزنن. من قبول دارم این صحبت دوستمونم. این چه موضوعی باب شده؟ فایل حتما باید تو دیوار بره؟ قبلا دیوار نبود خرید فروش؟ نه چی گفتی همچین چیزی؟ اصلا من قبول ندارم. حالا شیپور بذارین یا سایت خودتون بذارین یا اصلا تراکت پخش کنین، هر کار دیگه هم خواستین میتونین انجام بدین، هیچ مشکلی نداره. کی گفته بعد از ژانویه چطور میشه؟ قیمت ها بالا میره قطعا و خرید فروش یه ذره رونق پیدا کنه، بعد دوچار رکود میشه. وضعیت خرید فروش در یک ماه آینده چطوره؟ بعد از تعطیلات راه میفته. استاد نظر نبوده اینستا هم بگی. گفتم اینستا یک جذب ثانوی است، فقط به درد باشگاه مشتریانتون میخوره، به درد اشخاصی میخوره که شما رو میشناسن. اگه کسی شما رو نمیشناسه به دردتون نمیخوره. خب استاد تلفنم اینجا اعلام میکنید، تلفن ما هست روی پیجمون 912-611-18-62. شما به همون شماره واتساپ پیام بدیم ما در خدمتتون هستیم. اصلا تو خود پیجمون قسمت تماس بزنین شماره تلفن میاد بالا. به نظر شما با سایت در نقاط دیگه کشور شمال خریدار جذب کنه؟ بله نه تنها از شمال، شما از امریکا میتونی جذب کنی، از آلمان جذب کنی. خیلی از دوستان شما که خیلی وضع عالی دارن هم فایل بشون از خارج از کشور میسپرن هم مشتری پیدا میکنن. پس این شدنیه. شمال که چیز خاصی نیست، داخل خود کشوره. قطعا اینو بدونین که شما موفق میشین. مثلا دوستانی که در مازندران هستن، اکثر مازندرانی عزیز که موفق هستن به نظرم املاکی خیلی موفقی هستن، همشون سایت داره. من حتی مثلا یه املاک رفتم 10 تا مشاور داشت، هر مشاور برای خودش سایت و پیج اختصاصی داشت. پس این یه چیزه که شما میتونین شما هم استفاده کنین و موفق بشین. خب اگه دوستان سوال خاصی ندارن من باشون اینجا خداحافظی کنم. اگه سوالی دارین که بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم. به هر صورت در رابطه با سایت هر گونه سوالی داشتین یا خواستین سایت بسازین یا خواستین از سایت استفاده کنین یا مشاوره خواستین، ما در خدمتتون هستیم. بهتون میتونیم مشاوره بدیم. با اون شماره تلفن ما در واتساپ تماس بگیرین، ادمینای ما باهاتون تماس میگیرن، صحبت میکنن. اگه لازم بود من خودم هم در خدمتتون هستم. یه مشکلی که ما داریم اینه که بچه ها فهمونه من خودم هستم. نه فقط من به تنهایی نیستم، من چندین پیج دارم، چندین سایت دارم، برای خودشون ادمین دارن، اپراتور دارن، قسمت فروش داریم، قسمت فنی حرفه‌ای داریم، قسمت ارسال کتاب و دیویدی داریم، کلاسامونو داریم، قسمت‌های مختلف و کارمندای زیادی داریم. پس در نتیجه انزا نشوشون که اگر یه پیام میدیم فکر کنیم من جوابتون ندادم یا دادم یا درست ندادم یا درجا جواب ندادم. علتش اینه که من پاسخ نمیدم، ادمینامون دارن پاسخ میدن. آیا آگهزان تو دیوار محدودیتی باید داشته باشیم؟ یعنی مهمه بیشتر از حد؟ نه هر چقدر بیشتر بزنین به نظر من فرقی نمیکنه. شما هر چقدر تعداد دلتون میخواد میتونین آگهی بزنین و اگه بودجه دارین بیشتر. استاد کی میایم؟ مشهد تازه بودیم یک ماه، بیشتر یه ماه قبل بودیم و خیلی بهتر رسانی کردیم. حالا بازم لازم بشه میایم. در تو فایلینگ املاک ها فایل ازشون خریداری میکنن، بازم میشه همون فایلینگ رو آگهی کرد؟ بله چرا نشه، مگه اونو فروخته نمیشه؟ شما دو هفته بعد زنگ میزنی همون فایل میبینی فروخته شده. پس در نتیجه همون فایل هم قابل فروشه، ولی باید بره به قیمت بشه، کارشناسی بشه و سرویس دیگه صحیح روش انجام بشه و فایل رو بتونید به قیمت بکنید. عرضم بزرگتون دیگه. دوستان اگه سوال خاصی دارن بفرمایید، ما در خدمتشون هستیم. دیگه اگر دوستان سوالی هم نداشته باشن که ما ازشون اینجا تشکر میکنیم و ازشون خداحافظی میکنیم و امیدوار هستیم که این صحبتهای ما تا حدودی براتون مفید واقع شده باشه. خیلی ممنونم، متشکرم، خداحافظ.